الرياء ما هو الرياء؟ ريوتشيست هو أن يعمل عملا حتى يمدح من الناس، حتى يراه الناس ويمدحوه. ریا اینه که انسان عملی رو انجام بده تا دیگران ببینند و ازش تعریف کنند. او يعمل عملا حتى يسمع به الناس. یا اینکه مردم بشنوند و ازش تعریف بکنند. حکم ریا شرک اصغر و قد يصل الى الاكبر. حکم ریا اینه که شرک اصغر هست و این خطر وجود داره که به شرک اکبر برسه. هو من اخلاق اهل النفاق. و از جمله اخلاق و صفات و ویژگی‌های منافقان هست. علاج ریا چطور میشه ریا رو معالجه و درمان کرد؟ الاول تحقیق التوحید، علم و عمل و اعتقاد. نخستین گام و روش برای معالجه و درمان ریا محقق ساختن توحید با علم و عمل و اعتقاد هست. نعم، لأننا لو حققنا التوحید عظمنا الله، وإذا عظمنا الله لا نبالي بأحد في دين الله. زیرا اگر توحید رو محقق کردیم، در حقیقت الله رو گرامی و بزرگ داشتیم و بزرگ داشته الله، بدین معناست که دیگه به حرف مردم و مدح و ثنا و ستایش مردم توجه نخواهیم کرد. نعم. الثاني من علاج الرياء الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يجنبك الرياء. دومین مورد از راه‌های معالجه ریا این هست که دعا بکنی که الله متعال تو رو از ریا دور بگردانه. نعم. الثالث ان تتوکل على الله سبحانه وتعالى، تعمل، لا تترك الاعمال ابدا خوفا من الرياء. مورد سوم برای معالجه ریا اینه که بر الله توکل بکنی و از ترس ریا و یا مبتلا شدن به ریا عمل کردن رو ترک نکنی، بلکه به عمل خوب خودت ادامه بدی. لأن الشيطان اسرع بالسلام، اما يوقعك في باب الرياء او يوقعك في ترك العبادات. چرا که شیطان یا تو رو در باب ریا و به ریاکاری گرفتار میکنه و یا اینکه با این بهانه که عمل تو ریاکارانه هست تو رو از انجام عمل باز میداره. نعم. من الاسباب المعينه على علاج الرياء زياره القبور الزياره الشرعيه بشروطها. از جمله اسبابی که کمک میکنه که ریا رو از خودمون دور بکنیم یا این بیمار رو درمان بکنیم، زیارت قبور بر اساس ضوابط شرعی هست، یعنی زیارت شرعی قبور. نعم، لأن الرياء يعلق بالدنيا، وعندما تذهب وترى القبور تتعلق بالآخرة لا بالدنيا والله أعلم. زیرا ریا انسان رو به دنیا وابسته میکنه و خواستگاه ریا وابستگی به دنیاست، اما زیارت قبور انسان رو به آخرت متذکر میشه و علاقه و وابستگی به آخرت رو در انسان زنده میکنه و بدین سان ریا رو از انسان دور میکنه. النبی صلی الله علیه و سلم خاف على صحابه من الرياء فنحن من باب اولى. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره ریا بر صحابه اظهار نگرانی کردند، از باب اولا قطعا این نگرانی برای ما بیشتر وجود داره. والله اعلم.